اگه اجازه بدین ما موضوع صحبت رو عوض بکنیم، بپردازیم به یک موضوع دیگه. امیدوارم که شما سهم پهلوان هم در نظر بگیرید، نیاد بعدا از ما گرایی بکنه که بین یه سری فوتبالیست گیر کرده و مجبور شده خلاصه تحمل بکنه. آقایشون به خاطر مسئولیتی که دارن بعد بزرگواری داشته باشن. پهلوان به دلیل مسئولیتی که داره دیگه نمیتونه به سابقه گذشتش، باید در حقیقت به تمام ورزش ها یکسان نگاه بکنه. عرض کنم که بسیاری از مناطق جهان در واقع ادامه مسابقات مقدماتی رو برای مقدماتی جام جهانی، جام جهانی در واقع شاهد بود. علل قاعده باید به اصطلاح تیمای مختلف بازی‌های مختلفی رو انجام بدن که بتونن آمادگی‌های لازم رو کسب کنن یا مسابقات مقدماتی رو انجام بدن اینا، که خب تمام تیم‌ها تا جایی که من خبر دارم درگیر چنین مسابقاتی هستن. اما تا اونجایی که به تیم ایران برمیگرده، ظاهرا یک مسابقه اگر من اشتباه نکنم بیشتر انجام نداده در این زمینه. خواستم ببینم که علت این چیه، چرا به این صورت در اومده و به روز شما میتونیم بگیم. ازم به حضورتون که این یه مسابقه هم در چارچوب مسابقات انتخابی بوده، یعنی برای تدارکات نبوده، با تیم تایلند. ازم به حضورتون که این چند ساله به خاطر تحریمایی که انجام شده کلن رژیم مواجهه با این مشکل بزرگ، ابتدا به خاطر هزینه های سرسام آوره مثلا تدارک این باید اگه میخوام بازی به اصطلاح با تیمای بالاتری در سطحی که بتونه برای تیم ایران به اصطلاح تجربه خوبی رو کسب کنه انجام شن، بعدم خیلی کشورها حاضر نیستن به خاطر تحریم ها وارد این بشن و مشکلات اینجا. همین اگر خاطرتون باشه همین چند وقت پیش مربی تیم ملی ایران آقای کیروش به خاطر مسئله مادی قهر کردن و رفتن ولایتشون پرتغال، بعد دیگه خب بالاخره اونا هم چون قوانینی هست و قراردادشون هست و بالاخره مجبور شدن از این ور اونور ایشون رو راضی کنن برگرد. اینه که مشکلات بسیار زیادی دارن، هزینه های بالا، بعد رابطه های غلطی که داشتن تا حالا به خاطر روابط بین المللی عرضم بزرگتون، اینه که با این مشکلات روبرو میشن، یعنی حریف تدارکاتی مناسب نمیتونن پیدا کنن به دلایلی که گفتم مادی و ارتباطات بین المللی. این مشکلی که تیم ملی ما داشته و الان یعنی حریف تمرینی مناسبی نداره که خوشو آماده کنه برای مسابقاتی که به هر حال اونجا میره دیگه، با تیمای در حد دوره مقدماتی نیست، سطحشون بالاتر خواهد. این نظر شما اینه که به صدا بودجه برای برگزاری این مسابقات نیست؟ نه، مسئله فقط بودجه نیست، میگم به خاطر نبود یک مدیریت درسته. الان یک اختلافاتی هست بین دستگاه فوتبال و دستگاه ورزش در مورد همین هزینه های به اصطلاح استخدام آقای کیروش. مشکلاتی پیش اومد برای اینکه فدراسیون فوتبال قادر نبود پرداخت کنه این دستمزد ایشونو، چرا که بر اساس دلار بود، با توجه به مسائل بین المللی اقتصادی که پیش اومده بود، تعیین‌هایی که رژیم داشت نمی‌دونستم، ولی اونجایی که به هر حال چون ایشون یه قراردادی داشت، فیفا قوانین بسیار سفت و سختی داره، این مسائل اینجوری نیست که مثلا ایران بتونه خودش رو تحمیل کنه، قرارداد طبق اون قوانین برخورد میکنه. بارها شد در مورد بازیکنایی که با خارجی که با ایران قراردادشون و اینا نداده بودن مجبور شدن با به اصطلاح پرداخت جریمه هم پول اصلی رو بدن. همین اینی که مجبور شدن دستگاه ورزش اختلافاتش رو به خاطر مصلحت نظام بذاره کنار، تضمینایشون اینی که مدیریت مسئله است، این مدیریت به اصطلاح ظرفیتای میخواد که این سیستم فاقدش بنزن. نظر شما چیه ما بدات؟ بخشی که آقای بهروزی گفتن اساسا به خاطر موضوع بودجه و مدیریت ورزش به خصوص فدراسیون فوتبال، و بعد بخش بزرگش هم برمیگرده به این که چهره منفور رژیم در کشورها چیزی نیست که واقعا دیده نشه، و این بهترین به نظر من بهترین بهانه بود برای کشورهایی که مثلا همین مربی تیم ملی با توجه به برنامه‌ای که داره، که هر مربی داره که چند تا تیم رو انتخاب میکنه به لحاظ کیفی که در چه درجه هستند و در چه
اشلی هستن که بعد اینا بتونن تیم خودشو بتونه یک بررسی کامل داشته باشه که در آینده که بخواد در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل شرکت بکنه با یک شناخت و یک شرایط خوبی آمادگی خوبی به اونجا حضور کنه. یعنی شرایط طوری است که اولا قسمتی که برمیگرده به فدراسیون فوتبال و موضوع خارج از کشور که باید برتب وزارت امور خارجه در این مورد اقدام بکنه تا بتونن به کشوری سفر بکنن با یک تیم مسابقه بدن یا برتب دعوت ها، اینا در یه چارچوبی صورت میگیره. ولی در این شرایط من فکر میکنم بهترین بهانه بود برای کشورهایی که موضوع تحریم رو مطرح میکردن، ولی در باطن به لحاظ واقعا دافعی در داخل خودشون به وجود می اومد که بخوان تیم، نه تیم ملی ایران بلکه تیم جمهوری اسلامی رو دعوت بکنن یا بران اونجا مسابقه بدن. این یکی از بحثایی بود که تقریبا میشه روش من فکر کنم انگوش گذاشت. و کیروش هم مربی بدی نیست، ولی با همین سابقه کمی که در ایران داشته و شناخت که پیدا کرده، من برای اینکه بحث فقط یکم هم چیز بکنم، برگشته گفته که در این فدراسیونی که آبدارچیش تصمیم گیرنده هست و برنامه ریز هست دیگه برگشت رو بخونید. آقای ادیبی، تا جایی که من متوجه هستم این موضوع، موضوع مثلا فرض کنید آماده سازی های برای جام جهانی الان صحبتش هست، مختص به صلاح همین دوره نیست، این در قبل هم سابقه داشته در زمینه فوتبال، در زمینه های دیگه به همین صورت بوده. آیا میشه این موضوع رو جور دیگه نگاه کرد؟ من فکر نمی کنم که مسائل مالی مشکل اساسی تو این قضیه باشه. من اگه بخوام مثالی بزنم، مثل این که میمونه که شما مثلا یه ارکستر سمفونیک داشته باشید، بعد دو تا رهبر ارکستر داشته باشید. شما تصور بکنید که این ارکستر تبدیل به چیزی، رژیم با سابقه ای که مثلا در ورزش‌های وزنه‌برداری بسکتبال و والیبال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بیکار شدن مربیان سطح بالای ورزش‌های وزنه‌برداری و والیبال اینا و به استخدام گرفتن اینا، فکر میکرد که یه همچین کاری رو در مورد فوتبال هم میتونه بکنه، چون متفاوته. مثلا برای وزنه‌برداری شما حتی با یک تعداد وزنه‌بردار 50-60 نفره میتونید اگر یک مربی کار کشته و امکانات داشته باشید به موفقیت های حد جهانی برسید. حتی در بسکتبال و والیبال کار بسیار راحت تر از فوتبال. در ابتدا چنین تصوری با توجه به سابقه گذشته و شرکت ایران در مسابقات جام جهانی هم وجود داشت. برای همین هم گشتن در حقیقت یکی از بهترین مربیای جهان که همین آقای کیروش باشه، با به اصطلاح هزینه واقعا سرسام‌آور که اصلا هیچ ما هم اعلام نکردن، ولی ما از طریق مثلا کمک مربی ایشون که در مقیم آمریکا بود و با یکی از دوستان ما آمد در ارتباط بودن، هم مربی و هم کمک مربی و هم کادر به اصطلاح تدارک و تیمو با رقم‌های بسیار گزاف استخدام کردن. منتها این آدم چون آدم کاربلد بود، وقتی وارد این سیستم بلبشو ایران شد متوجه شد که در حقیقت اون چیزی رو که داشته سراب بود و نمیتونه با این وضع به جای برسه. شما اگر به مسابقات مقدمات جام جهانی هم نگاه بکنید، در حقیقت تا 3-4 بازی آخر کمترین شانسی برای صعود ایران وجود داشت. خب در ورزش همیشه اتفاقاتی هست و ایشون هم سعی کرد با به خدمت گرفتن تعدادی از بازیکنهای ایرانی که در حقیقت در کشورهای اروپایی اصلا متولد شده بودن و اینجا فوتبال بازی کرده بودن و جلب حمایت پدر و مادر اونها و دادن مبالغ کلان، اینها رو با ایران بیاره و عضویت تیم ملی انتخاب.
بعد از اون اختلافات شروع شد. پیشنهادی که آقای کیروش داد با افرادی که با سیستم آخوندی زندگی کرده بودن سازگاری نداشت. اختلافات از اینجا شروع شد. در طی این مدت چندین و چند بار آقای کیروش به نشانه قهر اومده بیرون. البته درسته که مسئله تحریم ها، مسئله به اصطلاح وضعیت خود ایران که هیچ کشوری حاضر نیست باش بازی بکنه و غیره هم موثره، ولی من فکر میکنم این تنها دلیل نیست. یه سابقه امرام داریم. در مسابقات 98 هم مربی تیم ایران یکی از بزرگترین مربی های دنیا بود که موفق شده بود تیم ایران رو به یک ابعاد قابل قبولی برسونه. و ایشون در یکی از بازی های تدارکاتی تیمش مواجه با یک شکست 7-0 در مقابل یک از تیمای دوم ایتالیا شد. بعدن رئیس فدراسیون فوتبال در یک مصاحبه مطبوعاتی به طور علنی اظهار داشت که ما چون تصمیم به تعویض مربی و به مربی ایرانی گرفته بودیم با چند تا بازیکنای تیم ملی قرار گذاشتیم که اینا یه شکست سنگین رو به تیم ملی وارد بکنن و ما به این وسیله مربی رو شما ببینید ابعاد واقعا خودشون به خودشون گل بزنن. دقیقاً بعد از اون قضیه این مربی استعفاشو گرفتند و یه مربی ایرانی گذاشتن. به نظر من امروز هم با توجه به زمزمه های نزدیکی که یکی از مربیان ایرانی با این حسن روحانی داره چنین چیزایی در سر اینا هست و اینا هم فکر نمی کنم مسائلی باشه که از نظر کیروش پنهان باشه. به همین دلیل از یه طرف این دلش نمیخواد با تیمای به اصطلاح قدر بازی بکنه. شما اینجا هم نگاه بکنید تمام تیمایی که در سطح اروپا، آمریکای جنوبی، آفریقا بازی داشتن دو تا بازی انجام دادن، یه بازی روز چهارشنبه یه بازی روز سه‌شنبه بعد که اینا حتی اگر یک بازی توی مرحله مقدماتی بود بازی بعد به صورت بازی دوستانه بود برای اینکه بتونن نیروی خودشونو برای مسابقات جام جهانی محک بزنن و خودشونو برای مسابقات آماده کنن، در حالی که تیم ایران چهار ماه هیچ گونه بازی تدارکاتی نداشت و بعد هم که در مقابل تایلند قرار گرفت یک بازی بسیار ضعیف ارائه داد، بازی که متاسفانه با اعتراض تماشاچیان و توهین به بازیکنان تیم ملی، یعنی یکی از بازیکنان تیم ملی به نام مسعود شجاعی چنان مورد تهمت و حرفای رکیک قرار گرفت که در حقیقت باعث شرمساری بود اونام در مقابل دوربینای تلویزیون. و اینا رو کیروش خیلی خوب میدونه و میدونه که اگر مثلا در مقابل یه تیم قدر قرار بگیره یه شکست سنگین چه بسا به پرونده بسیار درخشان این فرد در سطح فوتبال بین المللی هم برای همیشه لپه بزنه، همینطوری که مربی قبلی تیم ایران بعد از اون دیگه جایی نتونست کار پیدا بکنه. اینا در حقیقت مسائلی که بسیار گسترده است، بسیار پیچیده است. وقتی که اینا رو آدم نگاه میکنه اون موقع یه مقدار میبینه که این آخوندا واقعا به سر تمامی ارزش هایی که برای مردم ما مهم بوده چی آوردن. امروز چرا باید کار به جایی برسه که مثلا تیم ملی ایران وقتی بازی میکنه فقط 12,000 نفر بیان تو استادیوم آزادی؟ چرا آخر بازی مردم باید بیان به بازیکنان تیم ملی توهین بکنن؟ چرا باید در حقیقت خشم و نفرت و غضب خودشونو به جای اینکه به سر این رژیم خالی بکنن چرا به سر اون بازیکن بیگناه میکنن؟ اونم به اسم اینکه مثلا بره در جام جهانی شرکت بکنه، به اسم اینکه به عنوان تیم ملی بره توشید، بلند شده با هزار امید و آرزو اومده اینجا، حالا مواجه با این جنگلی شده که واقعا سگ صاحب خودشو نمیشناسه. یه چیزی اشاره بکنم، کیروش شانس هم آورده آقای دیوی که این نفری که میخواستم به عنوان آلترناتیو به عنوان نفر بعدی مربی معرفی کنه خودش الان مورد
سوءزن هست در این تبانی ها در این موضوع فساد که قبلا بحثشو کردیم. به خاطر این شاید این دفعه احمدی نشه رژیم وارد یکم چه قاعدتا اگر سوء اگر من چیزی بعد نقطه مثبتش باشه خب ولی آدم سالمی بود احتمالاً خب ولی در چیز اصلا عمومی همچین نام خوبی نداره اینو همه شناخت دارن نسبت به این فرد. من مرجعت به نظر میسه که هر کس که به هر صورت دست یاری به سمت این رژیم دراز میکنه یک جوری آلوده میشه. آلوده میشه و خب طبعا از زهری که این رژیم میپرکنه واقعا درست میفهمن. آقای ایویک یکی از شاید بهترین مربیای سیستم دفاعی فوتبال دنیا بود و سابقه بسیار درخشانی در تیمای بزرگ دنیا داشت، از جمله خود آقای کیروش هم میتونه مربی تیم رئال مادرید بوده، مربی تیم پرتغال بوده و غیره. ولی وقتی که من به اوضاع احوال این فرد امروز نگاه میکنم، وقتی مصاحبه هاشو میخونم، وقتی که دو ماه قبل آخرین مصاحبه که کرده بود و در مقابل خبرنگاران میگفت من وقتی با این کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال روبروی میشه اصلا نمیدونم چی بگم، چون آدم به تنها چیزی که بر نمیخوره مثلا یه آدمه که مسئول باشه در مقابل فوتبال من میکنه. وقتی نگاه میکنم که این آدم به کجا داره کشیده میشه، به این نتیجه میرسم که بابا این پولیه که از پول مردم بیگناه ایران به این طریق به این افراد داده میشه، خب باید یه چنین نتایجی رو داشته باشه، نه تنها افتخاری برای ایران کسب نخواهد کرد. امیدوارم مردم ایران متوجه بشن که با این رژیم، من واقعا میگم از صمیم قلب، من آرزو میکنم که تیم ایران در مسابقات جام جهانی موفق بشه، افتخار هر ایرانیه که، ولی این آخه تیم ملی ایران نیست، این تیم آخونداست. تیم ملی ایران تیمیه که باید عرق ملی در وجودش باشه، حرف مردم باید تیم مورد علاقه مردم باشه. در هیچ دوره من یادم نمیاد که تیم ملی ایران حتی اگر نتایج ضعیفی گرفته باشه با کلمات زشت در طرف مردم مواجه شده باشه. من خاطرم هست زمانی که مسابقات فوتبال جام جهانی بود در لیون فرانسه، مسابقه فوتبال بین تیم ایران و آمریکا بود، تشویقی که جمعیت میکردن از تیم فوتبال خیلی قابل توجه بود. شعارهایی که میدادن دقیقا در جهت تشویق بازیکنان و برای پیروزی بازیکنان بود، در این حال بر علیه رژیم بود. شما آقای ادیبی حتما خاطرتون هست، فیلماتون کماکان موجود، از آقای مودت کماکان، آقای بهروزی شرکت کرده بودین، جزء تماشاچیان اون مسابقه فوتبال بودین و فکر می‌کنم که ما هم ویزا ندادن که بیاید. همون ایرانیایی هستن که مصالح میهنشون مهمتر از مسائل فوتبال میدونن و سعی نمی‌کنن که توی دامی که رژیم میگستره که نمیدونم عرق ملی وقتی که ناچار میشه و به بازی گرفتن، چون آخوندا به هیچ کدوم این چیزا اعتقاد ندارم. من در ابتدای انقلاب خدمتتون عرض کردم من شاهد بودم که اینا میخواستن فوتبال از بین ببرن. اصلا قصد رئیس سازمان تربیت بدنی این بود که میگم ما باید این فوتبال از بین ببریم، فوتبال طاغوتیه. حالا چه جوری شده اینا طرفدار فوتبال شدن؟ به همین دلیل مردم باید چششون رو باز بکنن، باید بدونن که با آخوند و با رژیم سرکوبگر فوتبال ایران به مدارج ترقی نخواهد رسید و این فوتبال فوتبال ملی ما نخواهد. ولی تشکر میکنم آقای ادیبی، با توجه به اینکه فرصت برنامه در واقع رو به پایان هست، میخواستم که دوستان آقای مودت، آقای بهروزی و پهلوان اگر صحبت داریم بفرماییم که بفرماییم. صحبت ها رو آقای ادیبی قشنگ گفتنم این آخر و بعد موضوع مهم اینه که ما با یه حکومتی سر کار داریم که اگر امروز رفراندوم بشه شاید 2% طرفدار نداره. واقعا اینه که دارم میگم، من ایرانی های زیادی رو میبینم با من تماس میگیرن، چه در داخل در چه در
وقتی میان خارج به نوعی با ما تماس میگیرن. یکی میگفت که فلانی شما وقتی صحبت میکردی سالها پیش که این حکومت حکومت ملی نیست و این حکومت پرچمش بوده پرچم ایران نیست خرچنگ نشانه، ما اول میگفتیم خب دولت رأی داده دیگه. خب بعدها بیند که رسیدیم راست راستی هم این پرچم پرچم آخوندی هم، چون که آقای ادیبی گفتند این تیم تیم آخونده هست، پرچم آخوندی اون و پرچم ملی ما نیست. این رو ایرانی ها قبول ندارن و ازش تنفر دارن. ورزشکاری که میره زیر اون پرچم اگر مجبور نباشه یک جوری زاویه نشون میده، همچنان که دوستان عزیز ما در سابق هم وقتی جز تیم بودن اگر چنانچه ظلمی در مملکت میشد با ظالمی زاویه نشون میدادن و مردم بسیار تیزن در این گرفتن این زوایا و تشخیص این که بله شما طرفدار مردم هستی یا از حکومت. من یک چیز دیگه رو دین صحبت ها بگم خدمتون، من تا حالا اصلا تعجب کردم چطور ممکنه یک تیمی به نام نوجوانان کشتی بره مغولستان بعد پول هتل نداشته باشه بده، بعد گذرنامه های اینا رو گرفتن اینا رو از هتل انداختن بیرون. تیم نوجوانان کشتی فرنگی ایران رفته مغولستان و اینا پول هتل ندادن. کی ندادن؟ از سرپرست تیم قبل از اینا رفته ایران، قبل از اینکه سرپرست تیم قاعدتاً باید با تیم بره با تیم بیاد، سرپرست رفته ایران صحبت کرده که من خبر ندارم، من آمدم به ایران حتما اتفاق اونجا چیزی که با سرپرست هستی داور یا چیزی نیستی که بخوای بدی من خبر ندارم، تو سرپرستی تیم رو با سرپرست تیم رو میبره تیم رو میاره. بعد برگشته ایران گفته اونجا چون بانک نیست ما نتونستیم پول بدیم، بعد پول هتل ندن تیم تو رو از هتل بندازن بیرون و گذرنامه رو نگه دارن که به نوعی حالا من نمیدونم چطور اینا رفتن پول تهیه کردن دادن بیرون بچه ها رو تونستن برگردنن به بدنشون. خب این آبروی ایرانی نیست واقعا میره؟ هر ایرانی ایرانی میشونه با واقعا زج میکشه. اونایی که وطن پرستن، اونایی که نیستن که خب حالشان نیست، با همین دوربر آخوندا به قول یکی از دوستای ما نعل لیسی میکنن، ولی اونایی که نعل لیس نیستن اینا رو تشخیص میدن، ملیتشون رو احترام میذارن، مردمش احترام میذارن، میخوان جوانانشون در کشورشون به اصطلاح سربلند باشن، میخوان که اسم خوبی دست ایرانی باشه دیگه نیست. چرا نیست؟ برای که این حکومت حکومت فاسدی است. این حکومت فاسد رو شما توقع نداشته باشین که بتونه در ورزش موفق بشه. من فکر میکنم در مورد خود موضوع ورزش پاکترین و بهترین قشر حامیان ورزش در جامعه ایران هستن. یعنی مخاطب ما الان این قشر از جامعه هست که باید واقعا ورزشی که این سیستم تا به حال به بیراهه برده و به صورت یک واقعا میشه گفت مرکز فساد داره تبدیلش میکنه، باید باهاش برخورد بکنن و این امکان نداره مگر اینکه توجه بیشتر بکنن، چشمهای باز داشته باشن، تعصب نسبت به این تیم یا اون تیم رو به طبع علاقه باید باشه ولی اینا رو بذارن کنار، واقعا بخوان از مسئولین از این دستگاه واقعا دنبال بکنن که چرا باید در یک دستگاهی که باید ضامن اجرایی سلامت یک جامعه به خصوص قشر جوانان و نوجوانان و باشه چرا تبدیل شده به یک همچین لانه فسادی. اینو اگر تا اونجا که در قدرتشون هست واقعا باید دنبال بکنن، افشا بکنن و نگذارن، اجازه ندن که بیش از این آبروی ورزش ایران چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی بره. برای اینکه اون چیزی که هدف این آخوندها هست ارتب نه ارزش قائل شدن به خود موضوع ورزش هست و سلامت جامعه، بلکه فقط برای پیشبرد سیاست‌های خودشون در قالب ورزش و یا در زیر پوش ورزش هست. اینکه من خودم به عنوان یک ورزشکار قدیم و میدونم که حامیان ورزشکارا که در سرما و گرما و در هر شرایطی
ماها رو تشویق کردن و امروز ورزشکاران دیگر رو جوانان ایران رو تشویق میکنن که اونا بتونن در میادین بین‌المللی واقعا نام ایرانی و ایران رو به خوبی نشون بدن، متاسفانه درگیر یک همچین مسائلی هستن و خودشون فدای یک همچین سیستمی میشن که امروز ما شاهدش هستیم متاسفانه. من هم دو تا نکته اینجا اشاره میکنم. یکی این که همونطور که آقای فیلابی گفتن مسئله بانوان ما در ورزشه که 50% جمعیت میکرده، بیشتر از 50% مثلا در رابطه با ورزش با یک تزریق بسیار شدید روبرو هستن. یکی از ورزشکارهای نمونه ما در دو میلیونی خانم مریم توسی جایی اشاره کرد، من در اینترنت خوندم که من باید با این لباسها که 2 کیلو وزنه در مسابقات دو میلیونی در رشته سرعت شرکت بکنم، در حالی که حریفای من با لباسهایی که حدود 80 تا 100 گرمه شرکت میکنن. شما مطمئنا میدونین که در دوهای سرعت چقدر تأثیر میذاره این وزن 2 کیلو اینا. و مورد دیگه که اشاره میخوام بکنم از نظر فلسفیه، این رژیم ماهیتاً ضد دموکراسیه، ولی ورزش وجهی از دموکراسیه. ما در تمام سطوح ورزش در مسابقات دو میدانی اون که لایق‌تره سریع‌تر میدوه میرسه، اون که لایق‌تره وزنه بیشتری میزنه، اون که قوی‌تره در کشتی، اون که مهارت بیشتری در رشته‌های جمعی داره میخونه. و این رژیم ماهیتاً با دموکراسی در منافات و ضدیته. در نتیجه ورزش رو نمیتونه اونجوری که باید و شاید به عنوان یه پدیده لازم برای جامعه در مملکت رواج بده، به صورت پایه‌ای و پیش ببره. در نتیجه برای اینکه ورزش ما به خیر و صلاح برسه یک راه بیشتر نیست، سرنگونی تام و تمام این رژیمه. چرا که این رژیم با تمام وجوه انسانی مادی و معنوی ملت ما، سرزمین ما، مردم ما از روز اول به جنگ و ستیز برخواسته، با از بین بردن بهترین چهره های ما، بهترین جوان های ما، چه در جنگ خانمانسوز 8 ساله، چه در زندان ها و اعدام جوان ها، و از بین بردن ثروت های ملی ما. ببینید الان ما چقدر نیروهای ورزیده مملکتمون، اندیشمندمون در کشورهای بیگانه دارن زندگی میکنن، فرار مغزهایی که اصطلاحا مطرحه. در نتیجه من بازم تاکید میکنم که تنها راه چاره برای درمان مشکلات عمده مملکت ما، اصلی مملکت، تمام درمان ها سرنگونی تام و تمام این رژیم. من خیلی تشکر میکنم از توضیحاتی که دادین. طبعا خیلی صحبت های دیگه هست، های ادبی بفهمین. من فقط میخواستم یه چیزی بگم. مردم احتمالا بهتر از من میدونن که با تغییر چهره های رژیم، اومدن حسن روحانی یا نمیدونم اصلاح طلب، اصولگرا، اینا اوضاع عوض نخواهد شد و تا رژیم ولایت فقیه و این سیستم حکومتی پا بر جاست، مردم ایران روی سعادت و خوشی نخواهند دید. خب بلتب جامعه ورزشی، جامعه ورزشکاران و ورزش دوستان ایرانی هم در این وضعیت چیزی بهتر نصیبشون نخواهد شد. اگر میخواهیم ما به ایرانی که شایستگی شده، ایرانی که با این سابقه گذشته درخشان، با این سابقه فرهنگی، اگر بخواد جایگاه خودشو در میان ملل جهان پیدا بکنه، تنها راهی که وجود داره سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه، وگرنه هیچ تغییری از درون این رژیم با هر نام، با هر اسم و با هر فریبی که شکل بگیره چاره کار نخواهد. من فکر میکنم که مردم ایران این رو به خوبی فهمیدن و من امیدوار هستم که این هم به زودی تحقق پیدا کنه تا جامعه ایرانی بتواند به میان ملل دنیا برگرده و مخصوصا زنان ایران که در طی این 30 سال انواع و اقسام فشارها رو از جانب این رژیم ضد بشری متحمل شدن، بتونن به آزادی دست پیدا کنن و بتونن به خواسته های خودشون که زندگی سرفرازانه در میان ملل جهان دست برسی پیدا. خیلی تشکر میکنم از
کلیه توضیحاتی که دادین، مطمئناً صحبت‌های خیلی بیشتری هست. متاسفانه فرصت برنامه تموم شده. پهلوان فیلابی، آقای عدیدی، آقای مبتعد، آقای بهروزی، مجدداً از شما تشکر میکنم و همینطور از بینندگان عزیزی که ما رو تا پایان این بحث همراهی کردن. به همراه مهمانان برنامه از همه شما خدا بزنیم. خدا نگهدارتون.